سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چکوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ریاکشن ویدیو دیگه. قرار با هم ریاکشن بریم با هنگ پلت پلومو، اگه درست بگم کولومبیاییه و به معنی نقره و اسلحه یا تیر میشه. اگه شما نکنم همون معنی take it or leave it، میخوای بخوان نمیخوای نخوان، همینی که هست به کی میتونی بگی، برو به همون بگو. شاید یه کاری با صد کرد و هنگ یکی از پارشا اومده به همراهی که نه از لیبل کوروش، یعنی آن ریپیت منتشر شده. قراره بریم هم گوش کنیم ببینیم چه جوریه. اصلا قبل از هر چیزی یاد بشه حتما کانال سابسکرایب کنی، اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کن و به اشتراک بذار، اگه حال نکردی هم دیسلایک کن و دلیلشو بنویس. البته دلیل منطقی این که مواد کج سیبیلاتو زدی شبیه کوسه ها شدی و اینا دلیل منطقی نی. دلیل منطقی بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب ببینیم چه کسوی پشت کار بودن. مین آرتیست پارشا ایکس ایکس، پرودوسر آرتیست پرودوسر مستر ام پی افیشیال، فوق العاده است مستر ام پی، یکی از بچه‌هایی که حرف نداره. و مسترینگ انجینیر عبدالرضا بود، آی تی منیجر بشیر، دایرکتور اند پرودوسر شهروز محمودی بوده. شهروز فکر کنم قبلا ما نیش دیده بودیم، چند جا کارگردانی کرده بود، خیلی کارش باحاله. و ویژوال آرت منیجمنت هم هایر لو فلیمز بوده، کلی هم اسپیشال تنکس داره که اولین اسمی که به چشم خوره خود کوروش فاندر لیبل آن ریپیت، که خیلی اسم این لیبل هوشمندانه است. کارایی میذاریم پخش میکنیم که آن ریپیته، هی میخوای گوش کنی، هی 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 پشتم اسم هوشمندانه است. برو بریم آن ریپیت. اسم هوشمندانه است. شورت که میندازه اینا همشه؟ آره دیگه، تلفن کپک زده. چقدر کجا گیر آوردن این تلفنو؟ همه چی قدیمیه دیگه، تو این فاز اسکوار بازی و این داستانی نوار وی اچ اس داریم اونجا و یه دونه هم صفه. من فکر کنم همش نیست، حتما همش نیست. من باید من تکلیف اینا رو شن کنم. خود مستر امپیه، یعنی مستر امپی شهریار خیلی آدم پرو باهوشیه، با همین جوری هم هست، یعنی اینجوری که آقا این اصلا من این خورد کرد چه فرق میکنه، چی کار میتونی بکنی، حالا چی اصلا خیلی اصلا ریلکس و خیلی باله. خب میاس که باره خندان خودم سیف ولی کارم خطرناکه، کش کسی ولی جنسا پاکه پاکه، یه چی میدم پک و پاره یه گوشه بشین ساکه. کورس کار رو داشتیم اگه شما نکنم بعد این باشه. هان سلایس که اسم چیز خودشه، برند خودشه و لباسایی هست که تولید میکنن. هان سلایس که خودش تضادی داره، دروغ هایی که هان صادقه، صداقت توشه، با صداقت دروغ میگه. کلن هم چند تا آره تضاد داشت توه کورسش و یه دونش هم این هان سلایز بود. بعد این بود که پولا کثیف اما جنس تمیزه، پولی که از راه خلاف دست اومده اما جنس ها پیور، و خودم سیفم ولی کارم خطرناکه. اسنیچ مسنیچ اینا تو کار ما نی، خیالت راحت ما سیفیم، اینجا امانتی ها میمونه ولی کار خطرناکه دیگه، یه هم ممکنه پلیسی رقیبی چیزی یه شوت کنه ما رو. Got a best Washington, pushing peas out of town, stacking racks, no bank account. Started selling bought a grim, now we're building multi-branches, manifesting permo. Oh, oh. Rosy, Rosy, Buddha cam, now you met to see a cam, fagat kishi damage cam. Rafiqam, shot dushman, khali kerish, un pushman, man, I'm hamun, no kushtam. خانومه چقدر ترسیده اینجا، انگار قشنگ اون ترسه رو داره میرسونه. کلیتش این بود که آقا کارمون خلاف و این داستانا، از پایین اومدیم یه جورایی. اونجا هم گفت روزی کم بود ولی راضی بودیم و اینا، فقط کشیدیمش کم، حالا جنسو کم کشیدیم. چون البته کسایی که تو کار
چیزان جنس خودشون که نباید بکشن، قانونه بین بچه‌ای که هستن. اما کلیتش اینجوری بود که پانک کانتینا نداریم، چون به هر حال میدونید دیگه میزنن ردش و فلان و اینا، هم یه حالت هاستل توری از پایین اومدیم بالا و کارو کردیم دیگه، همچین تره تمیز نبودیم. تره تمیز نبودیم که حرف قشنگی نیست، منظورم اینه که کار تره تمیز نبوده اونجوری که شاید همه میکنن ما نکردیم. میگی چی خلاف دیگه آقا دیگه. دشمن خالی گرش اون پشمن، منم همونو کشتم. بیس بره زیاد چشای این تعجب و ترس عجیبی تو چشای این خانومه ها داره اذیت هم میکنه. فلو شیشوهش شد. با هم شنیدیم پلت هپلومو یا همچیزی تو ترنسلیت زدم اینجوری، همچین تلفظی بود. اگه اشتباه میگم ببخشید، به خاطر حالا 20 سالی که زندگی نکردیم تو کولومبیا و قاچاق نکردیم نه بلد نیستیم. ولی در کل موزیک ویدیو خیلی باحال بود، پروداکشن هم که با مستر ام پی بود مثل همیشه خوب و خفن. چند تا بیت سویچ داشتیم، چند تا سویچ روی ملودی و اینها داشتیم. اکت خود پارشا به عنوان اولین بار که داشتم ازش میدیدم اکتش قابل قبول بود، اما جا داره بهتر بشه، چون بعضی جا مثلا مثل اونجا که داشت ایکس رو نشون میداد و اینها اون حس خیلی میدونی چیزانی نشون میده که داره اکت میکنه، میدونی جا داشت که اونا طبیعی تر بشه، اما در کل اکتش قابل قبول بود. توی قسمت موزیک هم که موزیک باحالی بود، ولی چیزی که ازش من دیدم تا حالا کار ازش نشینده بودم، نمیدونم اولین کارش هست یا نه. اگه اولین کارش هست فکر میکنم، یا حالا شاید معرفیش توی استایل جدیدی که داره میاد نمیدونم، اما این حس رو به من میده که یک حالت کاتالوگ تور بود که چیکار از دستم برمیاد، چون داشت فلوهای مختلف رو عوض میکرد با همون چیز تکسی که ما داشتیم و همون رو هی عوض میکرد، یه جا حالت ویسپر میخوند یه جای ملودی بهش میداد و اینها، و بیت هم اون زیر عوض میشد. فکر میکنم اینجوری بود که ببین مثلا این کارها از من برمیاد، دارم میام، حالا این یه مثلا نیمچه ببین من این کارم، اینا رو بلدم. توضیحاتی هم که داشت راجع به خودش حالا کارهایی که میکنه و اینا میداد، در کل فکر میکنم یه همچین حالتی بود، یه حالت معرفی تور بود. یعنی اگه این ترک توی یه آلبومی بود 100% این ترو بود برای اون که آلبوم مثلا چجوری میخواد پیش بره، اینا یه استراکچرش یه همچین حالتی بود. اما در کل چیزی که ازش دیدم با حال، دوست دارم بیشتر ازش بشنم ببینیم چجوری هست. و کاری که از آن ریپیت پخش شد، الکی اشخاصی مثل کوروشینا فکر نمیکنم کاری رو بخوان ساپورت بکنن و اینا، حتما این چیزایی ازش شنیده و منم دوست دارم اونا رو به زودی بشنوم ببینم چیا بوده. و اینجوری خلاصه این بود از این. بهشون خسته نباشید میگم، دمشون گرم. نظر شما چی بود حتما توی کامنت بنویسید، لینک خود آهنگم توی دیسکریپشن هست، کانال کوروش دیگه. خلاصه دمتون گرم، امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.